سلام. به این قسمت از درس زبانشناسی خوش اومدید. تو این جلسه در مورد پرگماتیکس یا کاربرد شناسی زبان می‌پردازیم. از کتاب یول صفحات 141 تا 149 و فرانکن رادمن و هایمز صفحات 159 تا 163. حالا میخواییم ببینیم که این زبان رو که در موردش صحبت کردیم، ساختارش، ساخت آواییش، معنا سیمانتیکسش، حالا چجوری در جامعه به کار میبریم و چجوری این جملاتی که ما میگیم در شرایط مختلف چه چیز ازشون استنباط میشه و چه معنی ازش در میاد. حالا تعریفی که کتاب ها دادن اینه: The interpretation of linguistic meaning in context. یعنی ما معنی اون مواردی رو که در زبان به کار برده میشه با توجه به بافت دریافت میکنیم. دریافت ما یا برداشت ما از ساختارهای زبانی در بافتهای مختلف، این میشه پرگماتیکس. یعنی اگه این بافت عوض بشه، ممکنه برداشت ما هم عوض بشه یا اینترپریتیشن ما عوض بشه، یا بگیم یه معنی دیگه حالا در این شرایط ازش استنباط میکنیم. The study of the invisible meaning، حالا کاری که داریم میکنیم اون معنی نهفته این جمله ها رو میخوایم مطالعه بکنیم. خیلی وقتا هست ما یه چیزهایی میگیم و یه چیزهایی رو اصلا به زبان نمیاریم. یعنی خیلی وقتا بعضی چیزها رو پنهان میکنیم، ولی همون چیزی که گفتیم اون پنهان شده ها رو هم میتونه نشون بده. حالا در کاربرد شناسی ما با این سر و کار داریم که چه چیزی گفته شده و چه چیزی پنهان شده، اون معنی پشت سر این کلام چی هست، این میشه پرگماتیکس. حالا ببینید این اینترپریتیشن و شرایط و بافت کاربرد زبان چه جوری هست. حالا این جمله دلم درد گرفت، این بستگی داره به این که در چه موقعیتی، در چه شرایطی این جمله گفته شده باشه. خب معنی لغویش که معلومه، معنی دل رو میدونیم، درد و درد گرفتن رو میدونیم، اینها رو کنار هم بذاریم اون سنتنس مینینگ در میاد، سیمانتیکسش مشخصه. ولی علاوه بر این معنایی که از مجموع این واژه ها در میاد، یک چیزهای دیگه ای هم ممکنه ما ازش استنباط بکنیم. اون استنباط مربوط میشه به پرگماتیکس. حالا فرض کنید شرایط چیزی که یک نفر در یه شرایط بوده، اینقدر خندیده دل درد گرفت، و حالا در اون شرایط میگه وای دلم درد گرفت، یعنی از شدت خنده بوده. پس در خود جمله میبینید این معنی نیست، ولی شرایط، اون بافتی که در اون جمله به کار رفته، به ما کمک میکنه که این استنباط رو بکنیم، این اینترپریتیشن رو داشته باشیم. حالا اگر سر میز غذای کسی گفت دلم درد گرفت، معنیش اینه که زیاد خورده و دلش درد گرفت. خب برای دریافت این معنی نهفته، این invisible meaning،
ما هم به دانش زبانشناسی احتیاج داریم، زبان رو باید بلد باشیم، بتونیم معنی این واژه ها رو کنار هم بذاریم، معنی جمله رو بفهمیم. هم باید بافت رو بشناسیم، در چه شرایطی، در چه موقعیتی این به کار برده میشه، و هم دانش کلی خودمون رو، اطلاعات عمومی خودمون رو به کار بگیریم که اون اطلاعات عمومی ما هم میتونه در استنباط ما کمک بکنه. ببینید، ما میگیم تعمیگاه مجید. اگر این رو ما میشنویم، طبق تجربه ای که داریم، هیچ موقع تعمیرگاه مجید رو با تعمیرگاه ماشین یکسان نمیگیریم. از نظر ساختاری یکسان هستند. تعمیرگاه اسم، مجید هم اسم، بعد حالا به جای مجید ماشین میذاریم، ماشین هم اسم، ولی تعبیری که ما ازش میکنیم، اون اینترپریتیشن ما در مورد تعمیرگاه ماشین، خیلی راحت بر اساس دانشمون میگیم که ها، اینجا ماشین را تعمیر میکنن. تعمیرگاه ماشین جاییه که ماشین تعمیر میشه، ولی هیچ وقت نمیگیم تعمیرگاه مجید جاییه که مجید را تعمیر میکنن. در اینجا برداشت ما متفاوت است بر اساس دانشی که ما داریم. در تعمیرگاه ماشین خیلی راحت میتونیم بگیم ماشین کنش رو هست، ماشین مفعول فعل قرار میگیره، ولی در تعمیرگاه مجید، مجید کنشگر هست، کنش رو نیست، و این تفاوت در تعبیر ایجاد میشه که ما طبق دانشی که داریم هیچ وقت یه همچی تابلوی دیدیم پیش خودمون اون تعبیر رو نمی کنیم. ولی همین باز تعمیرگاه مجید بستگی به شرایط، بستگی به موقعیت، ممکنه مفهومهای متفاوتی به ما بده. مثلا فرض کنید یه گاراژیه که ماشین رو هست، اینها بالای سرش نوشته تعمیرگاه مجید. از اون موقعیت، از اون شرایط ما راحت میفهمیم که آره، تعمیرگاه مجید یعنی جاییه که مجید ماشین رو تعمیر میکنه، یا اینجا تعمیرگاه ماشین هست. ولی اگر همین تابلو رو بالای سر یه مغازه کوچیکی ببینیم، تعمیرگاه مجید، دیگه اونجا نمیگیم که ها، اینجا مجید ماشین تعمیر میکنه. از بافت، از شرایط، از موقعیت ممکنه بفهمیم که مثلا تعمیرگاه ماشین هست، تعمیرگاه یخچال هست، تعمیرگاه کولر هست. میبینید ما یک معنی لغوی جمله رو میگیریم که مجموع معانی واژه ها هست، به اضافه دانشمون در مورد دنیا و اطلاعات عمومی، به اضافه شرایط و بافتی که این عبارت رو میبینیم، به یه تعبیری میرسیم، به یک انترپریتیشنی میرسیم، و به این میگیم پرگماتیکس. خب به همون صورت اینجا تعمیرگاه مجید رو گفتیم ما اونجوری تعبیر نمی کنیم که اینجا مجید رو تعمیر می کنند، و همونطور تو این تابلو بیبی سیل هیچ موقع فکر نمی کنیم که ها، اینجا دارن بچه ها رو حراج می کنن، حراج گذاشتن، بچه می فروشن با 50% تخفیف، up to 50%، تا 50%. خیلی راحت از روی شرایط و بافت میفهمیم که ها، اینجا حتما لباس بچه دارن میفروشند. با این مقدمات، این اینترپریتیشنی که میخواییم داشته باشیم مطابق با بافت، یعنی اون پرگماتیکس ما، کاربرد شناسی ما، از این سه تا چیز متأثر هست که اینجا گفتم meaning of words،
معانی واژه ها رو کنار هم میذاریم، کمپوز میکنیم، ترکیب میکنیم، معنی لغوی در میاد، بافت رو در نظر میگیریم و دانش قبلیمون رو، previous knowledge یا اطلاعات عمومیمون، بعد به یه تعبیری میرسیم و اون میشه pragmatics. خب حالا گفتیم context یا بافت در تعیین اون تعبیری که ما از جمله داریم دخالت میکنه. بافت رو به دو دسته میکنیم، دو جور بافت داریم. یک بافت، بافت فیزیکی هست، مربوط به موقعیت هست، موقعیت زمانی مکانی. یک بافت، بافت زبانی هست، در خود زبان، در خود کاربرد زبان یا کانتکست، در اون متن زبانی ما ممکنه معنی رو درک بکنیم. حالا بذارید از فیزیکال کانتکست یا موقعیت فیزیکی ببینید. جمله شیر اومد، این رو حالا اون بافت فیزیکی رو در نظر بگیرید، در چه شرایطی داره گفته میشه. فرض کنید ما تو باغ وحشیم، کنار قفسه های حیوانات وایستادیم، یهو یکی از ماها میگه شیر اومد. خب در اون شرایط، به خاطر شرایطی که در باغ وحش هستیم، خیلی راحت میفهمیم شیر اومد، این شیر حیوان هست. ولی موقعیت فیزیکی، بافت فیزیکی رو عوض بکنیم، در سوپرمارکت هستیم واستادیم، یکی میگه شیر اومد، دیگه در اونجا نمیگیم که آی فرار کنید، شیر حالا میاد یک حیوان درنده از حمله میکنه. نه، سوپرمارکت وقتی گفتن شیر اومد خوشحال میشیم که ها شیر اومد، میتونیم حالا بخریم. خب این میشه چی؟ بافت فیزیکی، موقعیت که در اون موقعیت زبان داره به کار برده میشه. ولی بافت زبانی هم هست، در خود زبان کلمات کنار هم قرار میگیرن، از این کنار هم قرار گرفتن واژه ها ما میتونیم معنی رو در بیاریم. مثلا وقتی میشنویم شیر غرید، این غریدن، این فعل که همراه با این شیر اومده در یک بافت زبانی، این دیگه باغ وحش و اینا نیست، زبان هست، شیر همراه با غرید اومد، دیگه اینجا من نمیتونم بگم که ها این شیر شیر خوردنیه یا ملک هست، ملک نیست. و همونطور شیر جوشید، دیگه اینجا نمیگم که این شیر لایون هست، حیوان هست. خب این اینجا میشه چی؟ بافت زبانی، اینجا میشه بافت فیزیکی. حالا شیر سماور خیلی راحت میتونیم بفهمیم معنیشو، چون با سماور همراه هست. شیر نر، این دیگه معلوم حیوان هست. و شیر گاو، اون هم شیریه که میشه خوردش. پس بافت که گفتیم در تعبیر جملات به ما کمک میکنه و لازم هست، به دو دسته تقسیم شد، بافت فیزیکی و بافت زبانی، و مثال هم ازشون داشتیم. حالا میرسیم به واژه هایی که معانی اونها حتما به بافت فیزیکی مربوط میشه، یعنی ما بافت رو باید حتما بدانیم تا معنی این واژه ها رو در بیاریم. اینها دایکسیس یا دایکتیک اکسپرشنز هستند،
عبارات اشاره ای به یه چیزی اشاره میکنند و خصوصیات خودشون رو دارند و باید حتما بافت معلوم بشه تا معنی اون واژه ها رو ما بدونیم. از خصوصیت این عبارات اشاره ای دایکتیک اکسپرشنز اینه که اولا پلاس دفنیت هستن، معرفه هستن. وقتی این واژه ها به کار برده میشه ما میدونیم به چی دارن اشاره میکنن، مشخص هست، معرفه هست. و خصوصیت دومشون اینه که کانتکست دیپندنت، مقید به بافت هستن، وابسته به بافت هستن و این بافت بافت فیزیکی هست، فیزیکال کانتکست. پس دو تا خصوصیت برای این واژه های اشاره ای داریم، یکی این که معرفه هستن پلاس دفنیت هستن، دوم این که وابسته به بافت فیزیکی هستن. خب این واژه ها انواع مختلف داره. پرسن دایکسیس داریم، واژه هایی که به انسان اشاره می کنن، به انسان دلالت دارن و این هم باز مربوط به بافت و شرایط هست. مثلا میگیم من، تو، او، شما. الان من دارم حرف میزنم، مخاطب من شماها هستید. در این بافت فیزیکی من وقتی دارم حرف میزنم به خودم به عنوان من اشاره میکنم و به شما به عنوان شما. حالا اگر بافت عوض شد در این شرایطی که الان هستیم نباشیم، من ثبت کردم تموم شد، حالا راجع به اون میخوام صحبت بکنم، چون باز خودم دارم صحبت میکنم، راجع به خودم میگم من درس رو برای اونها ثبت کردم، برای دانشجوها، برای اونها دیگه. حالا شما دیگه چون در اون شرایط مخاطب من نیستید، شما نیستید، شما میشید اونها. حالا شما اگر میخواهید در مورد من صحبت بکنید، من شخص فرد، حتما ضمیر او به کار میبرید، غایب. میبینید ما واژه هایی داریم که اشاره میکنن به افراد، مثل همین ضمایر من، تو، او، ما، و کاربردشون متکی به بافت هست، متکی وابسته به بافت فیزیکی هست. اگر این شرایط عوض شد واژه عوض میشه، من میشه او، من ممکنه بشه شما، شما بشه آنها. اینها میشن چی؟ person biases. Spatial or place diaxis. واژه هایی هم که هستن مربوط به مکان، مثل اینجا، مثل آنجا، مثل این، مثل آن. اینها هم میبینید به بافت متکی هستن، وابسته هستن به اینکه نسبت به گوینده فاصله داشته باشند یا نزدیک باشند. از اینجا و آنجا و این و آن استفاده میکنیم. در مورد زمان temporal or time diaxis ما میگیم دیروز، امروز، فردا. اینها همه وابسته به موقعیت هست. مثلا الان امروز جمعه هست، من این رو دارم ضبط میکنم. پنجشنبه الان در این شرایط برای ما دیروز حساب میشه، ولی دیروز پنجشنبه امروز بود، جمعه فردا. و میبینید که این حالا امروز فردا و یک ضرب المثلی هست، میگن
It was only yesterday that we were calling today tomorrow. همین دیروز بود که امروز رو میگفتیم فردا. حالا دیروز، امروز، فردا، یعنی همین امروز، دیروز، فردا بود، حالا فردا، امروز، دیروز میشه. اینها هم چی هستند؟ temporal or time deities هستند. demonstratives or demonstrative articles مثل this و that. حالا من در اینجا، اینجا و آنجا که میگفتم این و آن را هم گفتم. از این نظر در فارسی من تمرینم کم داره، قاطی کردم. اینجا this و that هست، باز مثل اینجا و آنجا به بافت مربوط میشه و اینکه نزدیک گوینده هست یا نیست انتخاب میشه. آخرش اینه که فعلها هم میتونن به این صورت دایکتیک یا اشاره ای باشند، یعنی به بافت مربوط بشن. در یه بافتی شما همونطور که من و شما رو انتخاب میکنید مطابق بافت، در مورد فعلها همون جوره، شما مطابق با موقعیت انتخاب میکنید که فعل آمدن به کار ببرید یا رفتن. بستگی داره به اینکه این حرکت به طرف شما داره انجام میشه یا دور از شما میشه. این حرکت come and go رو میتونیم دایکتیک حساب بکنیم. خب تا اینجا فعلا یه استراحتی بکنیم، برگردیم.